سلام، خوش آمدید. روز کارگر امسال شمار بیکاران در اغلب کشورها به بالاترین حد رسیده و کارگران زیادی بیکار شدند. ده ها میلیون نفر حالا در اغلب کشورهایی که سیستم های رفاه اجتماعی دارند برای حقوق بیکاری ثبت نام کردند. در ایران گفته شده که بین 3 تا 6 میلیون نفر به خاطر عواقب اقتصادی کرونا بیکار می شوند. این در حالی است که شورای عالی کار بدون حضور نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داده و افزایش حداقل دستمزد را 21% برای سال 99 در نظر گرفته، در حالی که حداقل دستمزد در سال 98 نسبت به سال پیش از آن 36% بالا رفته بود که همان هم به دلیل تورم و افزایش قیمت ها با اعتراضات کارگران همراه بود. میلیون ها نفر حالا نگران وضع آینده خودشان و بیکاری هستند. آیا راه حلی مقطعی یا دراز مدت وجود دارد؟ در برنامه 3 کارشناس دعوت کرده ایم و می خواهیم به این راه حل ها و مشکلات عمده نیروی کار بپردازیم. معاون رضوی، استاد اقتصاد سلامت در دانشگاه براندایس از بوستون آمریکا با ماست. بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه از پاریس با ماست. جمشید دمویی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوتران کالیفرنیا از شهر تاوزن اوکس با ما هستن. خوش آمد میگم به هر 3 شما. آقای فرهانی، از شما شروع کنم. امروز شنیدم که در ایران مراسم روز کارگر، چون مراسم روز کارگر به شکل آنلاین برگزار شده، امروز روز کارگر بوده، فردا میدی هست، ولی امروز 11 اردیبهشت روز کارگر در ایران به صورت آنلاین برگزار شده. شما چه خبرهایی دارید؟ آیا کارگران در ایران تونستن مراسمی برگزار بکنن؟ میدونم که شما خیلی دقیق دنبال میکنید اینها. من سلام میکنم خدمت شما بینندگانتون و دو مهمان دیگه. بله، میدونید که در ایران برگزاری اول ماه مه همیشه با خودش خطراتی داره. پارسال به ابتکار سندیکای شرکت واحد که تظاهرات جلوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دستگیری‌هایی گرفتن که تا امروز حتی ادامه داره و این آخریش هم یه به 5 سال حکم زندان بهشون دادن به خاطر این. امسال اولا به خاطر مشکل سالی کبیسه یه کمی اختلال ایجاد شده، چون فرداست در واقع توی ایران و یک روز دیرتر هست، و مسئله‌ای که پیش اومده اینه که کارگرها سعی کردن که با گلگشت، با رفتن دست جمعی به کوه، دشت و اینجور چیزا این روز رو گرانی بدارن، و به خصوص این خیلی مهمه، بیانیه‌هایی رو منتشر کردن که امسال بیانیه رو 11 نهاد کارگری، معلمی و بازنشستگان با هم امضا کردن که سندیکای شرکت واحد، قانون صنفی معلمان، بخشای مختلفشون و بازنشستگان بخشای مختلفشون این رو امضا کردن و درش خواستهای خودشون رو مطرح کردن که از برابری حقوق زن و مرد شروع میشه تا به حقوق حداقل معیشتی درست و حق تشکل مستقل برای همه این اقشار و طبقاتی که میدونی در ایران محروم هستن از این حق تشکل، و دولت جمهوری اسلامی درست مثل دوران سلطنت پهلوی 2 مقابل نامه‌ای رو که مربوط به حق تشکل و حق اعتصاب میشد رو امضا نکردن و کارگران و حقوق بگیران ایران فاقد اون هستن. بله. یکی از اصلی‌ترین خواسته هاشون که همیشه توی اول ماه مه مطرح میشه دقیقاً همین داشتن حق اعتصاب و حق تشکل هست که امسال خیلی پررنگ. آقای فرهانی، اگه حق اعتصاب ندارند، حق تشکل ندارند و تعداد کارگران بیکار همونقدر فراوون هست که بسیاری از کارفرمایان اصلا نگرانی ندارند برای اینکه بخوان کارگرانشون رو اخراج بکنن یا چه رفتاری با اونها داشته باشن، وضع بسیار دردناکی رو توصیف میکنید شما. متاسفانه همینطور هست. یعنی کارگران ما در ایران از قدرت چانه‌زنی قانونی برخوردار نیستن و فقط با دست زدن به اعتصابات و اعتراضات میتونن این فشار رو بر کارفرماها از یک طرف و دولت جمهوری اسلامی از طرف دیگه ببرن بالا. و البته دست مریضات که از این حربه اعتصاب با وجود غیرقانونی بودنش و اعتراضات باز هم با وجود غیرقانونی بودنش به وسعت زیاد استفاده کردن، و در 2 سال گذشته، در سال 97 و 98، از 96 شروع شد انفجارات در واقع اعتصابات کارگری بود، در پارسال و پیارسال هم ما شاهد این بودیم. یعنی کارگران ما از اونجایی که تشکلات مستقل خودشون ندارن، حق انتخاب نمایندگان واقعی خودشون ندارن، فقط و فقط با چالش محیط کار و چالش تظاهرات خیابونی میتونن این اعتراض رو بکنن که در 2 سال گذشته با قدرت این رو
جلو آوردن و دولت جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی های وادار کردن. آیه رضوی، نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ خیلی وقتها گفته میشه که همین کسانی که به عنوان نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار شرکت میکنند هم نماینده واقعی کارگران هستند، همونطور که آقای فرهانی اشاره کردن، گفته میشه که این تشکل‌ها فرمایشی هستند. اما امسال به نظر میاد که حتی اونها رو هم راه ندادن و در واقع یک جلسه بدون حضور نماینده کارگران برگزار شده و تصمیماتی گرفته شده که روشن هست که نگرانی عمده بین دولت و کارفرماها برای اینکه حالا کارگران میخوان ابراز وجودی بکنن یا ناراحتی بکنن به نظر میاد وجود نداشته. با سلام به بیننده خوبتون و سایر میهمانان، من راستش به دلیل اینکه مدتی از مسئله بازار کار ایران به طور جزئی منقطع شدم، ترجیح میدم اظهار نظر نکنم و اینکه چرا این تصمیم رو گرفتن من جزئیاتش رو راستش نمیدونم، ولی با یک قضیه موافق هستم که کلا بازار کار در ایران سه تا مشکل بنیادی داره. یعنی به طور کلاسیک وقتی که بهش نگاه کنید، این مسئله نبودن چانه زنی توی اون چارچوب بنیادی دیده میشه که مشکل اولش برمیگرده به این که کلا مسئله اشتغال کامل. ما توی این کشورهای در حال توسعه، نه فقط ایران، در خیلی از جاها بیکاری مزمن یک مسئله خیلی خیلی جدی است. یعنی در واقع اون اصلی ترین مسئله بازار کار توی ایران و کشورهای دیگه است که بعدن تو برنامه برمیگرده میگه دلیلش چی و راه حلش چیه. نکته دومش برمیگرده که نرخ دستمزد، ازتون سوال کنم، بیکاری مزمن میشه مقدار توضیح بدید یعنی چی؟ ایران و بیشتر کشورهای در حال توسعه شاید دو دهه بعد از اروپا و آمریکای شمالی وارد اون مرحله دموگرافیک ترانزیشن شدن، یعنی انتقال جمعیتی بعد از کاهش نرخ مرگ و میر توی کشورهای در حال توسعه یکی دو دهه بعد از کشورهای اروپا صورت گرفت. و مشکل اینجا بود که این کشورها ناگهان با جمعیت، با سیل جمعیت نیروی جوان و تحصیل کرده ای روبرو شدند که به هیچ وجه برنامه‌ریزی و توان سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال این موج جمعیتی رو نداشتند و هیچ کدوم از دولت‌ها نداشتند. منتخب راه حل متفاوته. کشورهای دیگه مثل چین، هند و کشورهای پرجمعیت دیگه هم دقیقاً توی دموگرافیک ترانزیشن با ایران همراه بودند. وقتی که به این نقطه رسیدن که به هیچ وجه توان ایجاد اشتغال بر اساس منابع داخلی سرمایه گذاری رو ندارن، مجبور شدن با یه سری تفاهم نامه هایی درهای خودشون رو به روی سرمایه گذاری خارجی باز کردن و با تلفیق از ارائه نیروی کار ارزان و جذب سرمایه های خارجی و تکنولوژی تونستن تا حد زیادی ارقام خطرناک نرخ بیکاری رو پایین نگه دارن. و نه تنها اون، این در این حال کاری که انجام داد این باعث فرق‌زدایی به این کشورها شد. سیاست فرق‌زدایی تو این کشورها دهه ها بی نتیجه مونده بود و فقط این مسئله اشتغال از جهت کسب منابع خارجی تونست این مسئله رو چیکار کنه، حل بکنه. کشورهای منزوی تر مثل ایران، کره شمالی یا بخشی از کشورهای آمریکای لاتین زیر سلطه کمونیست، اینا این قضیه رو نپذیرفتن و اون سیاست نخنمای خودکفایی رو سعی کردن دنبال بکنن بدون اینکه متوجه باشن که منابع داخلی سرمایه گذاری کفاف استخدام ده ها میلیون جوان تحصیل کرده و سالم و سرحال و جویای کار رو نداشت. و این بیماری و در واقع بیکاری مزمن، این هنوز دامنه دار همون سیاست هایی که اینها مقاومت میکنن از اینکه بپذیرن که خیلی خوب، نیروی کار از ما، سرمایه از کسی دیگه، تکنولوژی از کسی دیگه، و این مسئله رو چیکار کنن، حلش بکنن. بنابراین این برمیگرده به این دیدگاه اقتصاد سیاسی این کشورها که فکر میکنن در انزوا و با اقتصاد بسته قادر هستن به اشتغال کامل برسن، غافل از اینکه این کارو 10-20 سال انجام دادن و نهایتاً یک بیکاری دو رقمی خیلی سنگین رو به جامعه تحمیل کردن و از اون طرف هم نیروهای خوب تحصیل کرده شون رو به جای اینکه در داخل کشور خودشون به کارآفرین تبدیل کنن، مثل امثال من رو روانه بازار کشورهای صنعتی کردن. متوجه. در واقع مسئله بحران کارگری توی این چارچوب باید دیده بشه، حالا فارغ از مسائل سیاسی و سندیکاییش و اینا که من تخصصی ندارم و نمیتونم وارد بشم.
بذارید آقای دمویی را هم وارد بحث بکنیم. آقای دمویی، نظر شما راجع به صحبت‌های آقایون چیه؟ علاوه بر این که باید بگیم این ماجرای کرونا هم واقعاً یک داستان رو به یک مرحله‌ای برده که واقعاً ترسناک به نظر میاد. در کشوری که برای تولید شغل مثلا رئیس جمهوری زمانی میومد میگفت من 1.5 میلیون شغل ایجاد می‌کنم و این به عنوان شعار انتخاباتی مطرح بود، در حالی که همه میگفتن امکان نداره این آمار ارقام، امکان نداره وجودش بشه، الان میگن 3 تا 6 میلیون شغل قراره که از بین بره یا اینکه بیکار در واقع تحویل جامعه بشه. شما فکر میکنید که چه راه حلی میتونه دولت داشته باشه؟ من الان یه چیزی هم اشاره بکنم. ما در وبسایتمون یکی از همکاران من سعید توفیقی مطلبی نوشته و به تفکیک اونجا اومده که هر در واقع سیستم خدمات، سیستم توریسم و گروه های مختلف چه میزانی شغل هرشون از بین رفته در این مدت و ممکن است اصلا بازتولید هم نشه. فکر میکنید چه راه حلی وجود داره در این مقطع؟ با درود به شما و همکارانتون، دیگر مهمانان این برنامه و بینندگان و شنوندگان این برنامه، بذارید من این قضیه رو اینطوری بگم. بذارید یک چهره انسانی به این مسئله بذاریم و یه بار دیگه نگاه بکنیم ببینیم چطور در ایران این آمار و ارقام در واقع تهیه میشه. در واقع میشه از جهتی گفتش که من صحبت آقای رضوی رو شاید بخوام دنبال کنم در عرایزی خدمت خواهم داشت. ببینید در همه جهان چند طریق مردم رو دستبندی میکنن، بر اساس اون نرخ بیکاری رو تعریف میکنن، اشتغال رو تعریف میکنن. یک جنبه این قضیه به این صورتی که حالا به عنوان مثال در ایران ما جمعیت فعال ایران رو به این صورت تعریف میکنم، من این تعریف ها رو از در واقع تعریف خود ایران که زیاد هم تفاوت به جای دیگه نداره، افرادی که میتونن کار کنن، میتونن مشارکت داشته باشن در تولید، حالا یا بیکارن یا اینکه کار دارن. حالا شما به این نگاه کنید، یک چیزی دیگه هست به عنوان نرخ مشارکت نیروی کار. اون عبارت از اینه که شما فرض کنید که یک خانومی بخواید وارد بازار کار بشید، ولی بازار کار نمیشید. چرا وارد بازار کار نمیشید؟ این رو باید نگاه کنید. یک چیزی هست که بهش میگن، به زبان انگلیسی میگن discouraged workers، این رو شاید به زبان فارسی باشه کارگرانی که دل سردن، که اصلا اگرم برن تو بازار کار کارگیریشون نخواهد اومد. حالا اشتغال رو تعریف کنیم. در ایران مثل خیلی جای دیگه وقتی میگه یک نفر شاغله، این به مفهوم اینه که یک کار تمام مدت، فرض کنید در ایران تعریف رسمی تمام مدت 44 ساعت کار نیست. اگه شما یک ساعت در طی یک هفته بهتون پول داده باشن شما شاغل به حساب میاد. بنابراین این کلماتی که در ایران صحبت این میشه که ما 10.7% 11% بیکاری داریم، این هیچ مفهومی برای که بفهمیم که واقعا رفاه مردم، خب اینا کار دارن فقط 10% کم دارن، نیست. ببینید بشگاه میاد آمار واقعی چقدر آقای دمویی؟ ببین حالا من همین میخوام بهش برسم. ببین اگه شما نرخ مشارکت کار نگاه کنید در ایران برای خانم‌ها یه چیزی حدود 16-17%، اگه تو آقایون نگاه کنید به مراتب زیادتر، اگه کل نگاه کنید چیزی حدود 40-40.5%. حالا شما اینو نگاه بکنید، اگه اینطوری باشه، حالا نرخ بیکاری رو نگاه کنید، نرخ بیکاری در خانم‌ها 2 برابر، حداقل 2 برابر آقایونه. بنابراین قسمت بخش عمده‌ای از نیروی کار ایران که عبارت از خانوما باشه وارد کار نمیشن، به حساب نمیان، در نرخ بیکاری از اونها تعریفی نمیشه، اشتغال تمام مدت نیست، فقط یک ساعته. همه اینا رو که بذارید اون وقت بین اجازه نیست. مطابق آمار رسمی که دولت میده دیگه یه چیزی حدود 3.3، قبل از اینکه حالا این رقمای کرونا بیاد مردم بیکارن. حالا شما رقمایی رو که خودتون در ابتدای برنامه اشاره کردید بهش اضافه کنید، بین چیزی بین 3 تا 6 میلیون، اینا رو اگه جمع تفریق بزنیم، به حساب خود دولت حساب بکنیم، سناریوی در واقع شدید رو حساب بکنیم، چیزی 30% به حساب دولت. حالا اگه شما اینو بخواید اینطوری نگاه کنید که آیا این اصلا یک برخورد درستیه با بیکاری در چارچوبی که در ایران، ببینید اینها مسائل اجتماعی، اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه است. علتی که خانم‌ها شده، ببینید بررسی‌های شده بود 1-2 سال قبل در ایران وقتی از مشکلات اقتصادی صحبت میکنیم، من هنوز بهش معتقدم که اجازه دادن به خانوم‌ها به صورت فعال در داخل ایران چندین برابر درآمد نفت برای ایران در واقع بازدهی اقتصادی داره. بنابراین برگردیم به این قضیه، بذاریم قضیه رو روشن بگیم.
آقای دمویی، ممکنه کسانی باشن الان بگن آقا ما الان داریم میگیم که وضع بیکاری، بسیاری از مردان هم بیکار هستن، حالا شما میگید خانوما هم به این بازار اضافه بشن، در حالی که بازار بازاری هست که کار درش نیست، نه که کار کسی که بخواد کار بکنه. در مورد کرونا صحبت نمی کنم، شما فرمایشون کاملا صحیح. در مورد کرونا مسئله چیزی دیگه است، مسئله کرونا یک مسئله بحرانی که ما درش هستیم. میگم آقای دمویی، ممکنه کسانی بگن که آقا این مملکت برای تولید شغل مسئله داره، اگه همین میزان برای کسانی که مثلا به عقیده جمهوری اسلامی مردانه که فرزند دارن که در صدر کسانی هستن که به عقیده جمهوری اسلامی باید کار بکنن، اونها هم براشون کار به میزان کافی وجود نداره. خانوم ها که دیگه به قول معروف ته لیست اینها قرار میگیرن، برای اونها دیگه اصلا کاری رو متصور نیستن. من درسته، بنابراین برمیگردیم به بخشی که اتفاقا آقای رضایی بهش اشاره کردن. مسئله اینه که شما در یک مملکت باید ایجاد فایده اقتصادی بکنید. یکی از جاهایی که باز اگه میخواهید قضیه کرونا رو همراهش نگاه کنیم، دو مسئله. مسئله کرونا یه مسئله بحران حاده، من در موردم میتونم عرایزی خدمت شما داشته باشم، ولی بذار قضیه رو قبل از کرونا و بعد کرونا. قبل از کرونا بی شد، بله ما در ایران فعالیت اقتصادی مولد نداریم، برای که مقادیر زیادی از اون گرفتاری‌های ساختاری اقتصاد داریم. یک بخشش در باره جذب سرمایه‌های خارجیه. من فکر کنم در مورد ایران توانایی‌های داخل ایران به مراتب زیادتر از اونیست که باشه. مثلا به عنوان مثال بخش خصوصی در ایران دنبال چه کاری؟ بخش خصوصی امکاناتی رو برای نگاه کردن به بلند مدت نداره. شما نمیخواهید از یک کسی بیاد سرمایه‌گذاری کنه برای 10 سال آینده، وقتی نمیدونه سال آینده قرار چه خبر باشه. بنابراین اینا مسائلیست و اینا مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هیچ وقت جدا از هم نبوده، اینا همیشه با هم. بنابراین باید نگاه کنید فضای سیاسی اقتصادی ایران در جهت استفاده بهینه و کاراتر از بخش خصوصی هیچ وقت به اون صورت به کار نرفته. این مسئله الان هم نیست، سالهای سال. مسئله دیگه سرمایه گذاری های خارجی غیر زیاده که میشه در ایران خیلی بیشتر نگاه کنیم. مسئله دیگه ایجاد یک سری دخالت های دولت، مسئله قیمت گذاری در اقتصاد بسیار مسئله مهمیه. با وقتی قیمت گذاری رو به صورتی میذاره که در تمام کارها باید دولت دخالت کنه، در اینجا دولت باید سیاست بزنه، نتیجهش به همون میشه که مقادیر زیادی مشکلات اقتصادی جا. این هست مسئله ساخت. اشارتون جالبه آقای دمویی، با توجه به اینکه خیلی در همین ماها و سالهای اخیر که ما اعتراضات کارگری رو داشتیم، خیلی از کارگرها اصرار داشتند که اون واحد تولیدی برگرده بره زیر نظر دولت. اینطور نیست آقای فرهانی؟ دلیل اونها رو میشه شما یه مقدار باز برای ما توضیح بدید که چرا وضعیت ایران به شکلی در اومده که کارگرها خودشون علاقمندن که واحد کاریشون دولتی باشه؟ بله، من قبل از این بگم که در صحبتایی که دو دوست دیگه کردن، من جز در این که در ایران بیکاری بسیار بالا هست، در هیچ کدوم از نکات با اینها توافق ندارم و امیدوارم فرصت باشه که صحبت بکنیم. حتما صحبت بفرمایید. یک نکته رو هم روشن بکنیم که این که در ایران بیکار رو کسی رو میگن که یک ساعت در هفته، که نه، در 15 روز گذشته یک ساعت اگر کار نکرده باشه صفر باشه بهش میگن بیکار، اگر حتی یک ساعت کار کرده باشه بهش میگن شاغل. و این تعریف جمهوری اسلامی نیست، این تعریف سازمان جهانی کاره که در همه کشورهای عضوش به رسمیت شناخته میشه، بهش ایرادات زیادی هم میگیره، ولی این یکی پری یک بار هم که شده تقصیر جمهوری اسلامی نیست، این تعریفی است که سازمان جهانی کار میکنه، اینا از خودشون در نیومدن. دومین نکته که اشاره میشه در ایران که در واقع کشوری است که اصل درآمد خودش رو روی رانت نفتی داره، نقش دولت یک نقش بسیار رو تعیین کننده و قاطع هست. و مثال هایی که آقای دمویی به خصوص زدن، آقای رضوی زدن، که سیاست درهای باز و سرمایه‌گذاری خارجی و غیره مشکل بیکاری رو حل میکنه و مثال هم زدن، در کشورهای آمریکای لاتین درست برعکسش بوده و در آرژانتین، در برزیل، در همه این کشورها، السالوادور، حتی ونزوئلا قبل از شاوز، تمام اینها با مشکلات بیکاری بسیار جدی روبرو بودند. سیاست درهای باز هم تمام، نه تنها درهای باز، در چارتاق باز در واقع استفاده میکردن، طوری که مکزیک الان واقعا به عنوان زمینه صنایع آمریکایی باید به حسابش آورد، ولی مشکل بیکاری
نه تنها در اونجاها وجود داشت و ادامه پیدا کرد، بلکه مشکل بدهی خارجی هم بهش اضافه شد و کمر این که شرکت‌ها رو شکست. آقای فرهانی، می‌خوای همینجا جواب آقای رضوی رو بشنویم، دوباره به بحث برمیگردیم، ادامه صحبتاتون رو شما بفرمایید. یک نکته رو من اضافه کنم که ایشون می‌خوان جواب بدن، تکمیل‌تر بدن. مورد آرژانتین به خصوص که یک کشور کاملا صنعتی هم هست، الان که چه دولت آرژانتین اعلام کرده که برای یک سال قادر به پرداخت بدهی‌های خودش نیست و در واقع یک دولت ورشکسته است. تمام سیاست‌هایی رو که اجماع واشنگتن کنسانسوس واشنگتن که نئولیبرال ها نوشتنش، اون رو کامل اینا اجرا کرده بودن تا موقعی که این انتخابات اخیر نتیجه نه تنها اشتغال کامل نبود، بلکه بیکاری زیاد، فقر بالا، اختلاف طبقاتی وحشتناک و بدهی چندین و چند نسلی که اصلا معلوم نیست چه شکلی پول شد. متاسفانه یه مشکلی هم صداتون داره، امیدوارم همکاران من اینو حل بکنن قبل از اینکه دوباره به شما برگردیم. آقای رضوی بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید، متاسفانه تحلیلگری توی ایران برمیگرده به پیدا کردن استثناءات در میان نور. هیچ اشاره‌ای به دو تا کشور بالای 1 میلیاردی که بزرگترین جمعیت فقیر کره زمین رو برای سالها به دوش کشیدن کسی نمی‌کنه. چرا ما از رفع فقر و افزایش بیکاری و افزایش استاندارد زندگی 1.5 میلیارد چینی صحبت نمی کنیم؟ چرا همین صحبت رو راجع به بیشتر از 1 میلیارد هندی نمی کنیم؟ چرا راجع به نزدیک به 1 میلیارد دیگه بقیه کشورهای آسیای جنوب شرقی نمی کنیم و میگردیم توی حیات خلوت آمریکا یک کشور رو در میاریم و میگیم که چون سیاست‌های تعدیل ساختاری رو اجرا کردن به ورشکستگی رسیدن. این مسئله آرژانتین هم به هر حال همون قضیه نقض اون قاعده کلی هست. من هنوز هم معتقدم که کشورهای در حال توسعه توی عصر جهانی سازی و گلوبالیزیشن چاره‌ای به جز الحاق به جریان اقتصاد جهانی و مشارکت بر اساس ارائه نیروی کار و منابع طبیعی و در عوض دریافت سرمایه و تکنولوژی و پتنت ندارن. اگه راه حل دیگه هست به جز یک کشوری مثلا توی 198 کشور دنیا، من خیلی خوشحال میشم که اینو به عنوان لکچر درسی به دانشجوام بدم. هنوز هم این تنها راهکار هست با توجه به اینکه الان به خصوص بعد از کرونا، حالا باز بحث ما این کرونا همش میاد روی همه چیز سایه میندازه، الان خود این بحث هست که مطرح میشه که آیا واقعا گلوبالیزیشن یا جهانی شدن راه حل هست یا اینکه کشورها میرن به سمت اینکه دوباره برگردن به ملی گرایی و ناسیونالیسم، برگردن به اون که دنبال به قول معروف بوبی کردن اقتصادشون باشن. اگه کشورهای بزرگی توی اقتصادهای نوظهور مثل چین، ترکیه، برزیل و حتی مکزیک یا هند بخوان به سمت ناسیونالیسم و ملی‌گرایی هم برن، مطمئن باشید با تیب خاطر از اینکه به قدر کافی سرمایه و تکنولوژی و پتنت و دانش فنی کسب کردن که بتونن روی پای خودشون بیستن. یعنی الان که تونستن از تمام پیشرفت‌های تکنولوژی غرب استفاده کنن، شاید تصمیم بگیرن که زمان جدایی و در واقع استقلالشون باشه، ولی خیلی بعید میدونن برای یه جایی مثل چین که تمام اقتصادش روی ترید و تجارت بنیان گذاشته شده. ممکنه که اگر که آمریکا یا بخشی از اروپا نسبت به چین دیدگاه خصمانه تری پیدا کنن، چین برگرده به سمت آفریقا و آسیا و کشورهای مثل ایران، ولی چین نمیتونه یک دفعه اقتصاد خودش رو از یک اقتصادی که بر پایه تجارت و صادرات هست برگرده به مثل اقتصاد آمریکا بر پایه مصرف داخلی خودش و بگه که خیلی خوب با مصرف چینی ها ما میتونیم اقتصاد رو شکوفا نگه داریم. اینها قادر نیستن که این کارو کنن. حد اکثر اتفاقی که ممکنه بیفته شیفت بازار از مثلا یه بخشی از بازار امریکا به بازار کشورهای دیگه، ولی اینا نمیتونن. آقای دمویی هم میخوان صحبت کنن راجع به این، بفرمایید. اجازه بفرمایید، ما متاسفانه داریم به یه سمتی میریم به نظر من که قضیه یا در واقع اینه که ما باید درها رو باز کنیم یا چارتاق باز کنیم یا از خارجی‌ها دعوت کنیم که ما رو نجات بدن، یا اینکه اصلا کلا در ببندیم. شاید هم اینطوری نباشه. من اینو به صورت کانتراست رو متاسفانه من عذر میخوام اگر اینو به این صورت میگم، برای اینکه بخوام نکته ای رو بیارم تو این بحث. این مسئله سرمایه گذاری خارجی یک بخش خیلی عمده هر اقتصادی میتونه باشه، ولی این به این مفهوم نیست. ببینید اون ور قضیه ورود خارجی مسئله امپریالیسم جدیده. اگر بگیم که اون نیست،
خب ندیدیم قضیه رو درست. چون درسته صحبتایی که آقای فراری بخشش اشاره کردن در مورد مدل‌هایی که هست در مورد مخصوصا اقتصاد مکزیک، من باهاش موافقم. برای اینکه من الان نگاه میکنم، من اتفاقا در مورد اقتصاد مکزیک در طی 30 سال گذشته در واقع حتی کنفرانسی من اینجا گذاشتم در سنتری که رئیسشم و آوردم کسایی که متخصصین از مکزیک، نشون داده شده که به خاطر در واقع ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی از اون شرکت‌های بردر مثلا دورا شروع شد تا بقیه و بعد نفتا و غیر ذالک، دستمزد واقعی کارگرای مکزیکو شدیداً پایین آورد. این واقعیت، این یک دونه کشور فقط بین تمام قاره نمیدونم فلان نیست، اینا واقعیت. بنابراین من ابداً به اون قضیه رو نمیخوام بگم. من میخوام بگم که باید درها رو باز کنیم بیاد جا، حتی چین خودش در جاهای دیگه، مثلا امپریالیسم جدید، مثلا نفوذ کشور دیگه به نظر من واقعیه. مسئله دیگه ای که من شروع کردم در اون ابتدای عرایزم که به مسئله بیکاری و غیر زاله که خانم هم اینا اشاره کردن، بذار بگم چرا من اینو گفتم. من در مورد این گفتم که وقتی شما سرمایه گذاری میخوای بکنید داخل، منابع داخلی دارید. من دارم میگم 40% آدمایی که در ایران بیکارن تحصیلات دانشگاهی دارن، یا تحصیلات دانشگاهی داریم میخوام از اینا استفاده کنیم، یا که میخوان برن دانشگاه بیان بیرون چیکار بکنن. این فقط مال ایران نیست، اینجا هم هست. اینجا هم وقتی شما کار میکنید همچنین معلوم نیست که اوضاع بعد از در واقع فاق تحصیلشون خیلی خوب باشه. بنابراین ببینید قضیه رو به صورت خیلی درست بریم جلو. نظر من سرمایه‌گذاری خارجی بخش عمده‌ایه، ولی فرق داره با امپریالیسمی که بیاد اونجا شما رو بخواد به قول بچاپه، یا شریقی رو که ما در بعضی از کشورها داریم میبینیم. مسئله امدیدی گرفتن سرمایه، من داخل خود ایران سالهای زیادی است که هم استعداد هست، از امکانات هست، هم مسائل هست. من هنوز معتقدم دخالت‌های بیخود دولت، عدم وجود در واقع سیاست‌های درست، راندخاری پشت در واقع آدمایی هنوز هم هست. برای اینکه مثلا من در یه مقطع خاص، در مقطع اگه یادتون باشه در دوره‌ای که دلار 4200 تومان بود، در حدود 3 ماه گفته شد بالای 30 میلیارد دلار از مملکت پول خارج شده. یعنی بحث این هستش که مقادیر زیادی از سرمایه هایی که میتونست در ایران سرمایه گذاری بشه به خاطر به هر حال مشکلات متعددی که همه در موردش میدونیم از مملکت خارج شده ظرف سالیان اخیر. حالا ببینید من اینطوری بگم خدمت شما، حالا اون مسئله راندخاری که مسئله ترواقع تفاوت نرخ ارز بود که یه مقداری زیادیش با ایجاد بازار شناور حل شده تا یه مقداری زیادیش، در خیلی زمینهای دیگه هم راندخاری هنوز هست. حالا این به قضیه برگردید. از یه به این صورته که شما وقتی که میگید 30 میلیارد 40 میلیارد 50 میلیارد دلار رفت که باش معتقدم، یکی از ببین کسی که سرمایه گذاری میخواد بکنه سرمایه رو جایی میبره که بتونه بهترین برگشت داشته باشه. این رو حالا به صورت واقعیش اینه، اون 40-50 میلیارد دلاری که از ایران میره به خاطر اینکه میدونه در ایران اونها رو نمیدونه سرمایه گذاری درست حسابی بکنه، نمیدونه کار مولد ایجاد بکنه، در نتیجه بیکارن، در نتیجه خانم‌ها و دیگران بیکارن، در نتیجه وضعیت اقتصادی ایران وابسته به نفته. اینها مسائل ساختاری ایران در موردش کتاب‌ها نوشته شده، اگر شما فرصت داشتید و برنامه دیگه شد بشه بشه دقیق تک تکش اشاره کرد. ایران مسائل مشکلاتی رو که داره تحریم آمریکا بسیار بهش صدمه زده، ولی مقادیر زیادیش ساختاری است و کارو هنوز برطرف نکرد. آقای فرهانی میخوان صحبت کنم، بگین آقای فرهانی. بله من می‌خواستم بگم که تو وقتی مراجعه به ایران صحبت می‌کنی باید مواردی که شبیه به ایران هست رو صحبت کنیم. در مورد چین با 1,450,000,000 در واقع جمعیتش، این که فقط اونجا چقدر مشکل داره چقدر نکرده، به نظر میاد که آقای فرهانی صداتون مشکل داره. اجازه بدین همکاران من ببینن میتونن این مشکل رو حل بکنن، یا شما اگه ممکنه بلنگویی اگه چیزی میکروفونی دارید جلوتون بگیرید که بهتر صداتون برسه. آبر بذارید من این چیزی گوشیم رو بذارم که فکر کنم بهتر بتونیم صحبت کنیم. اجازه بدید. بسیار برنامه زنده هست، برنامه زنده این مسائل رو هم داره. بله الان صدای من بهتر میاد. بله بفرمایید. بله من یکی هم میذارم که بهتر بشه. من می‌خواستم بگم که موردی که باید مقایسه بکنیم باید موردی باشه که شبیه مال ما باشه. ما نمیتونیم چین و هند رو با ایران مقایسه بکنیم، اونا هم جای خودشون بحث داره که فقری که در چین هست بجز مناطقی که صنایع بزرگ رو اونجا مستقر کردن، 350 میلیون کارگر چینی به بازار پرتاب شدن و سازماندهی شدن، 1,100,000,000 سرنوشتشون معلوم نیست که چی است. چین هند که بدتر از این هستن، الان میزان فقر و غیره رو باید بررسی کرد. این دو مورد به ما شبیه نیست. آرژانتین و برزیل و این کشورهای آمریکا لاتین اتفاقا خیلی به ما شبیه هستن. مشکلی که ما تو ایران داریم، مشکل این هست که نقشه‌های
راهی که برای صنعتی کردن در کشور ما بوده با اشکالات جدی روبرو بوده. در همین به نظر میاد که ارتباط ما کلان قطع شد با آقای فرهانی. به من برگشتم، بفرمایید آقای فرهانی، یه چند لحظه قطع شدید، بفرمایید. آره، من میخواستم بگم مشکلی که ما داریم مشکل برنامه‌های عمرانی هست که تو این کشور اتفاقاً از طرف دولت مطرح شد. ببینید، ایران کشوریه که حالا تا چند نسل به رانت نفتی وابسته است. مسئله کنترل این رانت نفتی یک مسئله بسیار جدی هست و احتیاج به یک دولت ملی و دموکراتیک داره تا اون رو بتونه آنطور که باید به شکل بهینه سرمایه گذاری بکنه. ما در از فاصله سال 87 تا امروز طبق ارزیابی‌های خود این جمهوری اسلامی نزدیک به 1,000 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. کشوری که 1,000 میلیارد دلار درآمد نفتی داره توی 10-15 سال احتیاجی به سرمایه خارجی نداره. همون سرمایه خودش رو درست ارز بگذاره و وارد معاملات درست بشه. کسی نگفته که دور ایران رو باید دیوار کشید و اساسا مسئله تکنولوژی مطرح نیست و غیره. ما در ایران هم سرمایه کافی داریم، هم ارز کافی داشتیم، هم نیروی انسانی بسیار بالا و با تجربه داریم، تحصیل کرده ای داریم. آنچه که نداریم دولتی است که این برنامه رو بیاره. شما دولت جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، بجز 5-6 سال اولش که میخواست پاسخ بده به اون مستضعفینی که اینا بهش خودشون میگفتن، تهیدستانی که اینها رو روی کار آورده بودن و یک سری برنامه عمرانی رو پیاده کردن، دیگه هیچ کاری انجام نشد در ایران. برنامه زیرساختی در ایران فراموش شد. برنامه‌های 5 ساله‌ای که اینها می آوردن عمدتاً رفت به طرف ماجراجویی هسته‌ای. 120 میلیارد دلار تلف شد توش، رفتن به طرف ماجراجویی نظامی در منطقه، پول‌هایی که هر روز داره خارج میشه. اینهاست که مشکل ما رو ایجاد کرده، وگرنه میشد با همون درآمد نفتی در ایران سرمایه گذاری کرد، تولید رو گسترش داد، پایه تولید رو برد بالا و از مقیاس بسیار انجام نشد. آقای فرهانی تکلیف چیه؟ مثلا من یه موقعی میگم 20 سال پیش صحبت میکردم با یک اقتصاددانی که همین الان هم آدمی هست که در دولت مشاور هست، اون موقع به من میگفت که باید مملکت راه حلش اینه که راه آهن سراسری بکشه. اگه راه آهن سراسری بکشی هم مشکل بیکاری حل میشه، هم نمیدونم تمرکز زدایی میشه، همین که مثلا شهرک های فلان تولید. من نمیدونم، واقعا من اقتصاددان نیستم، نمیدونم الان آقای رضوی سرشون تکون میدن، حالا با شما برمیگردم آقای رضوی، ولی واقعا چه راه حل اقتصادی وجود داره تا این کارا که انجام نشده، این چیزایی که شما میگید تا به الان؟ درسته. خب مشکل ما همینه. مشکل ما اینه که به خاطر نقش مرکزی که دولت چه بخوایم چه نخوایم، به خاطر انحصار درآمد ارزی در دستش هست، تا وقتی این دولت عوض نشه، تا وقتی این سیستم عوض نشه، امکان تجدید حیات دستگاه تولیدی ما به شکل علمی، به شکل بهینه وجود نداره. اینا به همدیگه گره خورده است. بله، اجازه بدید آقای رضوی هم نظرشون همین هست. آقای رضوی، به نظر میاد که آقای فرهانی میگن راهی نداریم جز اینکه جمهوری اسلامی بره یه سیستم دموکراتیک بیاد تا بتونه پول نفت رو به درستی سرمایه گذاری بکنه، مشکل حل بشه. ببینید، بحث تخصصی صرف نظر از اینکه چه حکومتی سر کار باشه باید به صورت تخصصی دنبال بشه. نمیشه، یعنی ممکنه من یه نظام سیاسی رو بپسندم که آقایون نپسندن و برعکس، ولی در مورد علم هممون فکر کنم توافق داریم. بذار من یه نکته خیلی ساده به شما بگم. شما یه کشور مثل ترکیه نگاه کنید، ایشون گفتن که ما رو با چین و هند مقایسه نکنید. چشم، من ایران رو با ترکیه مقایسه میکنم. این ترکیه با تکیه بر مزیت‌های نسبی اقتصاد خودش که دقیقاً دو تا جنبه‌ای که ایران هم داره اتفاقاً بهترشو داره، توریسم و محصولات فرهنگی، مثل فرش، مثل محصولات فرهنگی که ما توی ایران داریم، تا جایی که تونسته از منابع داخلی خودش، من جمله همون میلیاردهایی که ایشون گفتن در مورد نفت و اینا، استفاده کرده. ولی به هر حال همینطوری که گفتم، این انتقال جمعیتی بازم نمیتونست پاسخگو باشه و در جاهایی که لازم بوده در رو به روی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی باز کردن. هیچ یک نگاه به اقتصاد بر اساس یک تعادله، یعنی شما در داخل ایران نگاه میکنید، میبینید که مزیت‌های نسبی تاریخی و ژئوپلیتیک ایران چی بوده و چقدر توی اونها میشه بر اساس منابع داخلی سرمایه گذاری کرد، توسعه توریسم، گردشگری و بعد فرش. ببینید، بازار فرش دنیا یک بازار چند ده یا صد میلیارد دلاریه که به طور کامل از دست ایران در رفته. خب
خب این صنعت اگر که با مشارکت در واقع تجار اروپایی و امریکایی با تکیه بر بومی بودنش و بدون اینکه هیچ نیازی به سرمایه هم داشته باشه فقط راه تجارتش توسعه پیدا میکرد، الان اشتغال زایی خیلی زیادی داشت. پسته همینطور، زعفران همینطور. به صنایع هستش که نیاز ندارید شما لزوما از سرمایه گذاری خارجی استفاده بکنید. و من میپذیرم، موافق هستم که در واقع انحصار دولت و سوء مدیریت دولت مخصوصا در زمانی که درآمدهای سرشار نفتی داره که بلافاصله سیاست‌ها رو مصرفی میکنه و در رو برای واردات باز میکنه، همون اندک صنایع داخل رو هم نابود میکنه. بله. اینا نقد خودش رو داره. ولی من آقای رضایی، شما اشاره کردید که ما برامون فرق نمیکنه دولت چه جور مشی سیاسی داره، اما همین مشی سیاسی است که تعیین میکنه که آیا سرمایه‌گذار خارجی میاد به داخل کشور یا نه. اینطور نیست. اگر شما یک کشور دارید که به هر حال دوچار به خاطر اختلافات ایدئولوژیک و اختلافات دعواهایی که با سایرین داره تحریم میشه، به راحتی هم نمیتونه در واقع سرمایه خارجی جلب بکنه. نه کاملا موافقم. این که دولت ایران به ایدئولوژی بیشتر از پرگماتیسم و عملگرایی اهمیت میده تردیدی توش نیست و این در واقع این نگاه سرشار از ایدئولوژی به همه چیز من جمله اقتصاد، تجارت و دیپلماسی مخربه و هیچ تردیدی توی اون نیست. ولی اگه برگردیم به موضوع بحثی رو... مشکل بازار کار توی ایران در واقع از کجا است، هنوز مشترکاتی رو شما پیدا میکنید توی کشور ایران و کشورهای دیگه حتی به نظامهای سیاسی لیبرال تر که اونا از لحاظ اقتصادی جای کار داره و به نظر من باید اونا کار ببینید. توی ایران دستمزد پایینه به خاطر اینکه از نظر اقتصادی بهره‌وری پایینه به خاطر اینکه تکنولوژی تولید هنوز خیلی خیلی قدیمی. شما این تکنولوژی رو نمیتونید در داخل ایجاد بکنید. ما 40 ساله که تلاش کردیم چرخ چهارگوش اختراع بکنیم. به مثلا تعجب میکنم زمانی که وزیر جوان وارد کابینه آقای روحانی شد، بدن که من خودم یه مقداری تخصص الکترونیک مخابرات داشتم، حرفایشون رو گوش میکردم ولی واقعا گاهی اوقات سرمو میخارونم، میگم که خب وزیر جوان استدلالش اینه که چون بهای اجاره کردن خدمات ماهواره گرون هست ما باید اینو خودمون بسازیم هوا بکنیم. ببینید آقای جهرمی میفرمایید وزیر ارتباطات، اجازه بدید آقای دمویی هم وارد این بحث بشن. با توجه به اینکه به هر حال اشاره شما خیلی اصرار دارید که سرمایه های داخلی در ایران میتونه خیلی از مسائل رو، مشکلات رو حل بکنه، یکی از اون چیزهایی که به هر حال خیلی تو این سالها در ایران رشد داشته بحث توریسم داخلی هست. خیلی از کارهایی که ایجاد شده در بخش توریسم و گردشگری داخلی بوده. واقعا فکر میکنید که چقدر میشه روی این بازارها من میخوام یه مقدار بحث رو به این فضای کرونایی هم برسونیم، چقدر میشه این بازارها رو برگردوند با توجه به اینکه گفته میشد اصل موضوع در مورد کرونا این هستش که یک دفعه بازار کار از کارکنانش تخلیه شده و این باعث شده که اقتصاد یک دفعه کلاپس بکنه در خیلی از جاها. اما الان میدونیم که اگه قرار باشه این زندگی ما باشه در یکی دو سال آینده، احتمالاً بخش‌هایی مثل توریسم و گردشگری با چالش‌های بسیار جدی روبرو خواهند بود. واقعاً چقدر ایران پتانسیل شغل‌های جایگزین برای چنین فضاهایی داره؟ من فکر می‌کنم که یک چیزی که در روشن میشه بین صحبت ما اینه که در مورد در واقع پتانسیل ایران داخل ایران برای سرمایه‌گذاری بیشتر، برای بکارگیری بیشتر، امکانات مملکت تقریبا فکر می‌کنم بین همه ما هست. حالا در مسئله توریسم ببینید، در هر کشوری سرمایه‌گذاری‌های اون کشور در جهتی انجام خواهد شد که در اونجا مزیت‌های نسبی داشته باشه، کمپراتیو ادوانتج این داشته باشه. ایران کشوری است تاریخی با یک در واقع جغرافیایی بسیار جالب برای خیلی‌ها. طبیعیه که این یکی از زمینه‌هایی باشه که درش سرمایه‌گذاری‌های داخل ایران صورت بگیره، دیگران بهش علاقه‌مند باشن. لازمه که در واقع اون ساختار داخلی مملکت، اون اینفراستراکچر یا در واقع سرمایه‌گذاری زیربنایی باشه که اونها هم در ایران مقادیر زیادی انجام شد. حالا در مورد کرونا ببینید، من همیشه به کرونا اینطوری نگاه کردم. شما وقتی که کرونا رو به عنوان یک عامل اقتصادی نگاه میکنید، باید ببینید که مبارزه با کرونا
چه بخشی از اقتصاد بود. به نظر من مبارزه با کرونا، سرمایه گذاری کردن در بهره‌گیری بهتر از امکانات داخل خود یک مملکته، در مورد ایران به جای دیگه، مثلا در مورد توریسم. اگر شما وضعیت ایران به صورتی باشه که کسایی که قرار چه داخل چه در واقع کسایی که در داخل مسافرت میکنن که چه کسایی که در خارج مسافرت میکنن فکرشون این باشه که ما میریم اونجا گرفتاری پیدا خواهیم کرد یا اگه بریم اونجا امکانات نخواهد بود، خب این کشنده در واقع چیه؟ کشنده در واقع توریسمه. بنابراین برگرداندن توریسم احتیاج به سرمایه‌گذاری در حالت حاضر ایجاد زمینه اطمینان برای مسافرته. بخشیش در رابطه به اینه که وقتی که شما بخواید ایران رو باز کنید، به طوری که من هنوز معتقدم شدیداً تصمیم دولت در اینجا درست نبوده و نباید این کارو می‌کرد، ولی از یه طرفی هم میتونم قبول کنم به قادری زیادی با گرسنگی و گرفتاری‌های زیاد شد دادن آمادگی بخوام صحبت کنم مسئله کارگری به اونجا مربوط میشه. حالا برگردیم به همین مسئله. اگه شما بخواید سرمایه‌گذاری کنید در توریسم، این سرمایه‌گذاری ایجاد اطمینان، این ایجاد اطمینان یعنی کنترل کرونا، این ایجاد اطمینان یعنی کم کردن در واقع اون هزینه و فشاری که رو بخش بهداشت و درمان داریم. وقتی که کرونا بالا بره، بخش بهداشت و درمان تو شدیداً مستحصل میشه، شدیداً استقاق پیدا میکنه. همین چیزی که در امریکا اتفاق افتاده، شما ببینید چه وضعیتی هستش. ما اتفاقاً در این مسئله همچی خیلی بهتر از ایران عمل نکردیم الان در امریکا، این میبینیم ما. بنابراین توان مملکت شما، توان سرمایه گذاری یعنی ایجاد کردن زمینه های بهره‌وری از امکانات. مبارزه با کرونا به صورتی که ملموس باشه یعنی افزایش توریسم، یعنی برگردوندن این سند. من این رو غیر از این نمیتونم بگم. آقای فرهانی شما نظر داشتید، بفرمایید. آره، من می‌خواستم بگم واقعا یک کشور 80 میلیونی رو که با صنعت توریسم نمیشه برگردون و اوضاع اقتصادیش رو بهتر کرد. نظرتون با چه صنعتی میشه؟ باید توی چه مسائلی میشه سرمایه‌گذاری؟ صنایع مصرفی در ایران شما نگاه بکنید، ما وسایل لازمی رو که برای یک زندگی عادی مدرن وجود داره در ایران نمی‌سازیم دیگه. به اضافه اون، در اثر سیاست‌های دقیقاً درهای باز، سیاست‌های نئولیبرالی که بعد از جنگ در ایران ایجاد شد، یه سری از چیزایی که داخلی بود رو نابود کردیم. شما نگاه بکنید شرکت مجتمع صنعتی هفت‌تپه که این روزا خیلی هم راجعش صحبت میشه، یک بزرگترین تولید کننده شکر در خاورمیانه بود، یک مجتمع صنعتی بزرگ بود که چندین هزار کارگر توش کار میکردن. آزاد کردن وارد کردن شکر رو، کمر این صنعت رو شکستن. همین کار رو با صنایع الکترونیکی توی رشت توی گیلان کردن. با اتخاذ سیاست درهای باز و رقابت بین کشورهایی که به هزار و یک دلیل کالاهای ارزونتری رو میتونستن عرضه بکنن، و دقیقاً خصلت مرکانتیلیستی این دولت، خصلتی که یادتون نره که وقتی این دولت روی کار اومد اولین پشتوانه‌اش توی سرمایه‌دارا تجار بودن، تجار سنتی هم بودن، و ما با سیاست تجارتی بسیار بسیار بی‌رویه‌ای روبرو شدیم و تمام این بخش‌های صنایع غیره از بین رفت. به اضافه اینکه ما با خصوصی سازی‌های روبرو بودیم که به خاطر بازار مستقلات، به خاطر ارزشی که زمین پیدا کرده بود، اونایی که کارخونه ها و مجتمع رو می‌خریدن ماشین‌آلات رو یا از بین می‌بردن یا می‌فروختنش به مفت که از زمینش استفاده بکنن. اینا همه سیاست‌های دولت مرکزیه. ما در ایران داریم صحبت می‌کنیم. ما کمبود سرمایه نقدی نه تنها نداریم که الان اینقدر نقدینگی بالا هست که دولت ببینید تو بورس چه شعبده بازی هایی داره میکنه که این پولا رو از دست مردم در بیاره. خیلی اشاره خوبی کردید. من که این لاجرم این بحث بعد میرفت سمت بورس که این روزها واقعا مسئله بسیار مهم میشده. آقای رضوی شما نظرتون راجع به این بگید، چون به نظر میاد که این قضیه، همین قضیه که آقای فرهانی میگن، اینکه دولت شرکت های ضرردهش رو میفروشه و اون کسی که میخره بیشتر اون رو تبدیل میکنه به زمین و کارگرها هستن که این مسئله ضرر میکنن، شغلشون از دست میدن. ببینید، خصوصی سازی توی ایران هیچ زمان از سر درایت نبوده، بلکه از سر اجبار بوده. یعنی دولت های انحصاری مثل ایران و این دولت هایی که در واقع به تمرکز یک اعتقاد عجیب غریبی دارن، اینا خیلی سخت وامیدن دارایی های دولتیشون حتی اگه ضررده باشه، و این دوره داره خودش رو تکرار میکنه. این دفعه خیلی خطرناکتره. ببینید، واگذاری این شرکت های توی بورس این دفعه اتفاقا خطرناکتر از دوره های قبلیه، حداقل به 3-4 دلیل اقتصادی که من الان بهتون میگم. اولین مسئله اینجاست که شما در زمانی خصوصی سازی رو انجام میدید که بدونید جامعه پولدار باشه و به قدر کافی توان خریدن و شما کارآفرینایی داشته باشید که حاضر باشن سرمایه‌شون رو بذارن توی ریسک و این
در واقع حداقل بخش های سوده این بنگاه رو چیکار کنن صاحب بشن. دولت ایران توی مستحصل ترین زمان خودش به بخش خصوصیش داره این شرکت ها رو در واقع زیر قیمت به هر قیمتی میفروشه و داره میفروشه نه به خاطر اینکه اینها رو پولش رو برداره و تبدیل پروژه عمرانی و سرمایه گذاری از نوعی که میهمانان برنامه دارن میگن بکنه، متاسفانه داره سعی میکنه شکاف بودجه جاری رو پر بکنه و این خطرناکترین روش فروش دارایی های در واقع سرمایه دولته. نکته دوم این که حتی اگر بپذیریم که اصلا کار نداشته باشه که این پول این کجا میخواد بره، معمولا اینا شرکتاری که وارد بورس میکنن اجازه نمیدن که به طور کامل هیئت مدیره اینا بیاد زیر دست اشخاصی که سوابق مدیریتی بخش خصوصی ثابت شده دارن و آدمایی که با حسن نیت دنبال سوداوری و آوردن تکنولوژی بهتر و شفاف سازی این شرکت ها هستن. یعنی شما این مالکیت رو به صورتی هم اصطلاح عجیب غریب خصولتی که داره سعی میکنید حالا حفظش بکنید، فقط فعلا ببریدش توی بورس تبدیلش کنید به مبالغ پول و بعد برش بگردونید. بنابراین من الان آزادسازی این دارایی های ملی رو به جز پر کردن شکاف جاری بودجه کسری دولت چیز دیگه ای نمیبینم و امیدی ندارم. ببینید آقای رضا، اگه خیلی کوتاه بگید چون وقت کم هست، من ظرف این چند روز اخیر خیلی با کسانی که در بورس فعال هستن در جاهای مختلف صحبت کردم، اغلبشون میگن که این تبلیغات منفی هست که اغلب کارشناسا میکنن، برای اینکه این بازار پول در بازارهایی مثل ارز بوده، مثل طلا بوده، چه بهتر که بیاد در بورس که به هر حال یه حساب کتابی داره. شما موافق نیستید با این؟ ببینید طبیعتاً انتقال پول که توی فعالیت‌های سفته بازی مثل سکه یا ثبت نام برای ماشین یا خریدن ارز و تو گاوصندوق قائم کردنش هستش مفیدتره. من تردیدی ندارم. تنها سوال من اینه که دولت متاسفانه به جای اینکه از حصول درآمدی که از توی این داره در میاد، به جای اینکه بحران فعلی رو به قول معروف بریج بکنه و ببینه که خیلی خوب شما بخش خانوارتون داره ورشکست میشه، بخش سمال بیزنستون و بنگاه خودتون داره ورشکست میشه، اونها اولویت بسیار بالاتری از اضافه کاری به کارمندای دولت داره و من نقد بزرگی من اینجاست. اگر دولت این پول رو فایننس بکنه و از طریق بازار بورس بیاره و سعی کنه که این جلوی شکست این شکاف درآمدی خانوارها و بنگاه کوچیک رو بگیره، ببینید دولت باید یه کار بکنه، مطمئن باشه که بحران موقت نقدینگی بنگاه‌های کوچک تبدیل به بحران ورشکستگی نمیشه و تنها روشی که میتونه این کارو کنه اینی که در اختیار اینا وام بدون بهره یا بدون بازگشت بذاره. بله. نکته دوم از لحاظ اجتماعی دولت باید مطمئن باشه که مشکل معیشتی موقت خانوارهای کم درآمد تبدیل به مشکل فقر پایدار نمیشه. یعنی باید حالا اونجا هم پول بکنه. دولت دو تا پول رو باید زمان بحران کرونا انجام بده. وقت هم هست که بدید نظر آقای فرهانی و آقای دمیری هم خیلی کوتاه بشن. آقای فرهانی بفرمایید. من می‌خواستم بگم ببینید در ایران به هیچ وجه پول کم نیست. در 5 سال گذشته حجم نقدینگی که دو دست مردم بوده دو برابر شده و 2300 تریلیون تومان شده. طبق ارزیابی پشتوانه یا بی پشتوانه؟ به خاطر فاقد افت ارزشی که تومان کرده طبیعتاً این ارزشش اومده پایین، ولی میخوام اینو بگم که این حجم نقدینگی وجود داره، سرمایه حتی به شکل دوران هم در ایران وجود داره. ارزیابی‌ها اینه که با در نظر ذخیره ارزی که کسی که نمیتونه کنترلش بکنه در ایران بین 91 تا 200 میلیارد دلار فقط ذخیره ارزی به صورت نهان و پنهان دست دولت هست. دولت ایران اتفاقا یکی از کمترین کشورهای منطقه است که بدهکاری داره. دولت ایران الان شما نگاه بکنید، مردم برای اینکه ماشین بخرن پراید قرازه رو در واقع بخوام بخرن باید برن تو صف وایسن. من قبل از کرونا رو میگم باید برن چندین ماه پول رو پیش بدن و اینها ما چیزی که داریم که سرمایه‌دارهای ما سوداگر شدن به جای اینکه صنعتگر بشن، به جای اینکه برن طرف تولید، به جای اینکه برن طرف اون جایی که کالاهای مصرفی رو که ارزش مصرفی رو ایجاد بکنن، رفتن بازار سکه، رفتن بازار مسکن، حباب ارزی ایجاد کردن، حباب مسکن ایجاد کردن، الان دارن حباب توی بورس ایجاد میکنن. من نگاه میکردم یکی از اقتصاددانان ارزیابی کرد که میگفت الان توی بورس 10 تا ابر حباب درست شده که به زودی اینها هم میترکه. این جمع کردن نقدینگی نیست، این به کار انداختن در واقع راه نیست. حتی سیاست های کینزی، من نمیگم سیاست سوسیالیستی که طرفدارش هست،
هستن. سیاست های کینزین هم اگر تو ایران بخوایم به کار ببرین، با زیرساخت درب و داغونی که الان تو ایران هست، با کار کردن اتفاقا اون مثالی که شما زدید، راه آهن سازی، جاده سازی، بنادر رو بازسازی کردن، اینا احتیاج به تکنولوژی عجیب غریبی هم نداره باید. که ما مجبور بشیم که چهارتاق درامون رو باز بکنیم. ایران میتونه مراوده ما متعادلی داشته باشه، تکنولوژی رو وارد بکنه و بدون اینکه سرنوشت خودش رو بده دست سرمایه خارجی. ما هم نیروی انسانی داریم، هم سرمایه داریم، هم نیروی کار داریم، هم ثروت عظیم طبیعی داریم. آنچه که نداریم دولت کارآمد و دولت ملی بوده که بتونه این رو تخصیص درست این درآمدها و امکانات رو بده. نه دوران سلطنت پهلوی، نه جمهوری اسلامی، ما فاقد این دولت‌های بودیم که این کار رو در واقع انجام بدن. مشکل ما سیاسیه قبل از اینکه حجم سرمایه‌ها و در دسترسی منابع باشه. آقای دمویی سخن آخر بفرمایید، یکی دو دقیقه وقت دارید. چند موضوعی مختلف بحث اومد. من فکر نکنم کسی در این مسئله شکی داشته باشه خصوصی سازی بدون هدفمندی امکان پذیره در رابطه با مدیریت، در رابطه خیلی از مسائل دیگه است. اون چون که امروز اتفاق میفته در بازار بورس خصوصی سازی نیست. 100% یکی از دو مسئله عمده در مطرح است. یکی بکارگیری در واقع نقدینی هایی که در ایران وجود داره که برای مقدارش بسیار زیاده، و بعد مسئله دیگه مسئله تعمیر کسری وجود داره. در شک نیست. حالا وزیر این صورته که در مورد در واقع داشتن یک جا، همونطور که شما اشاره فرمودید، با دوستی صحبت میکردی گفت اینجا جای مطمئنی، جای مطمئنی نیست. بحثی که اتفاقا آقای فرمودی بهش اشاره کردن در مورد مسئله ایجاد حباب، این نشون میده که این چیز مطمئنی نیست، چون حباب عبارت از برگشت و ضرر کردن بسیار. خب اگه اینطوریه، او قضیه رو معمولا بذاریم بغل هم دیگه ببینیم چه نتیجه می‌رسیم. این در حال حاضر برای پر کردن در واقع کسری وجود دولت استفاده میشه. خب سوال اینجاست، جای این کسری وجود دولت رو از جای دیگه نمیشه که انجام داد؟ و هست، جای دیگه هم هست. بارها در مورد مسائل ظرفیت های مالیاتی، نه شرکت هایی در حال شکست میشن غیر ازاله، در مورد بنیادها و جاهای دیگه که مالیات نمیدن. مثلا این فروش اوراق قرضه دولت به صورت اجباری مطرح شد در ایران، حالا بهش اجباری نگفتن، به طریق دیگه گفتن. خب اینا هست. مسئله دیگه برداشت از صندوق ملی توسعه ملی است، در اونجایی که امکان پذیره. ببینید اینجاست ما یه بررسی باید بکنیم، ببینیم از یه الان چطوره، یک سال بعد، شش ماه بعد، سه ماه بعد چطوره، به تصمیم گیری کنیم. به نظر من این طریقی که به طریق فروش اوراق قرضه، بالا رفتن تورم در اونجا، ایجاد حباب، بله، ابدا نشون نمیده که این اتفاقا جای خیلی مطمئنی برای سرمایه‌گذاری. ممنونم آقای دمویی، متاسفم که وقت تمام شده. ممنونم از شما آقای دمویی، آقای فرهانی و آقای رضایی، متشکرم. بحث بسیار جالبی بود و ممنونم از شما که این برنامه رو دنبال کردید. ضمن اگر کارگر هستید روزتون مبارک. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.